4 تا تریبون بهتون دادن، تریبون دولتی، فکر میکنی چیکاره دینی؟ دقیقاً دریوری میگی. هیچکی چی نمیگه، همه سکوت کردن برای منافعشون. شما تاخت و تاز را انداختید. چی گفته دین این ظواهره؟ توهین، بی هنرن. فقط ظواهر رو میتونن داشته باشن دیگه. عمق که نداره که. چی گفته مالیات دینداری ظاهریتون از ملت بگیرید؟ کلمات دینی در ما باید به وجود بیاد، مثل یه استعداده. الان از این کوچه شما اومدید تو هیئت، درسته؟ اومدید تو جلسه، چیز خاصی داشت واسهتون؟ مخصوصا اونایی که از شهرهایی دیگه اومدید، بار اولت هم هست میای، چیز هست؟ یه کوچه هست دیگه اومدید تو. من اینجا بزرگ شدم، بچگی اینجا بودم، تو این کوچه ها من بچه بودم اینجا بود. من خونم هم اینجا پشت مسجد معصومیه بوده، آقای خرازی اینجا نماز میخونن. خیلی آدم جذاب و دیدنی هم هست، خوش اخلاق و خیلی آدم خاصیه. من اینجا مکبر هم مسجد بودم و اینجا بچه بودیم تو این کوچه بازی میکرد. بعد تو این کوچه باسم یه اتفاقات عجیب غریب هم افت، تو همین کوچه هیئت ما بچه اینجا بازی میکردیم. یکی به من گفت، شب جمعه بود، گفت اینجا آبگوش میدن. بچه بودیم، یعنی من شلوار مامان دوست پام بود، زی شلواری که مامانم واسمون درست میکرد. اومدیم اینجا و اینجا حیاته، اینجا که نشستید الان حیات بود. اینجا یه زیرزمین فقط یه اندازه دو تا فرش حسینیه بود. همین 50 60 سال اینجا آقای محمودی روزه میگرفته برای خودش، میشست برای خودش. حالا مثلا جمع میشدن 20 نفر 30 نفر، یه مدت شلوغ شد، مثلا بیشتر شد. اینجا همین سید جواد ذاکر اینجا شروع کرد اول خوندن و این از اینجا شروع شد. خدا رحمتش کنه، خدا همه گذشتگان رحمت کنه. و ما این در اومدیم تو، یه آقایی بود خیلی هیکلی، اون موقع باشگاه بدنسازی وجود نداشت، ما بچه بودیم باشگاه بدنسازی نبود. نمیدونم اینا چجوری ورزش میکردن، انقدر میپکنم رفتن زورخونه. هیکل درشت و خیلی بدنسازی، حالت مثل بدنسازی الان، مثلا حادی چوپان الان هست، الان نه به این کیفیت آمدی، تو همین استایل اونجوری سینه ستبر، یک اوورکوت آمریکایی هم تنش بود، اوورکوت آمریکایی جو باشه. گفت خوش آمدید. ما گفتیم اه، ما مسجد میریم با لگد میندازنمون بیرون. یادتون باشه مسجد هیئت میگرفتن، محرم و شام میدادن، یه سفره برای بچه ها میداختن، آخر غذا میدادن. بعد تمونده باباها و دستمالی ها و میذاشتن دو نفر یکی میگفتن بخورید و یک کسافتکاری. بعد این بچه سه ارتقا اگه باشون میفتادی که سرت بی کلا موند، همون مشت اول اگه چیزی برمی داشتی بهش، اگه نه اون بشقابو میبرد. و ما دیم ما رو مثل آدم داره که تحویل میگیره. به بچه ایم. اومدیم زیر زمین دیدیم تاریک، اینا هم دارن. اون موقع شور و این چیزا اصلا تو هیئت ها نبود، اینجا بود. یه سبکی میخوندن، نمیدونم دین و عشقم حسین حسین، یه خیلی خوشمزه بود. ما یه روب نشستیم دیدیم، بچه بودیم نمیفهمیم چی. اومدیم بریم بیرون، دوباره این بلند شد روی موتورم نشست، بلند شد گفت خوش آمدید. عجب چیز جذابیه. من فکر کنم اونجا 5 6 بار رفتم اومدم، این هی گفت خوش آمدید. خستم نمیشد، چیزم نمیشد، یه آبگوشتم دادن بعدش خوردیم اینجا و خلاص با آبگوشته اینجا گرفتار اینجا شدیم دیگه. دیگه شدیم بچه هیئتی اینجا و دیگه بعد بزرگ شدیم و داستان. حالا خیلی این کوچه اصلا من میام توش حالم عوض میشه، یه حس دیگه ای بهش دارم، احساس میکنم مثلا انگار زندگی، انگار یه نردبونه، انگار کوچه نیست، برای من یه معنا دیگه داره. حالا شما فرض کن عاشق یه کسی هستی و اینجا کوچه معشوق شماست، ما با هم میایم توی این کوچه، اصلا حال تو یه حال، اصلا آجرا اینجا با حرف میزنن. ببین شما الان از این کوچه چیزی میفهمی که من نمیفهمم. شما از تمام آجراش عشق میفهمی چون معشوقت اینجاست و من نمیفهم. یعنی در شما قوه‌ای فعال شده است که در من فعال نشده است. حالا اگه معشوقت تو تمام کوچه ها باشه چی؟ وقت شما از همه کوچه ها چیزهایی میفهمی که من نمیفهمم. پدر میشی، جهان برات معنا شد. نه که بچه دار میشی، خیلی ها بچه دار میشن، نه پدرن نه مادر، نر و ماده یعنی که بچه دارن. نه، من پدر شدن رو میگم، اون یه چیز دیگه است. یکی مادر میشه، خیلی از ماها قبل اینکه مادر بشیم بچه دار میشیم، یا قبل اینکه پدر بشیم بچه دار میشیم. نه، من راجع به مادر صحبت میکنم، یه خصوصیاتی داره. یکی از بازیگرهای تلویزیون چند روز پیش بدون که دوستای من گفته بود پول خوبی میگیریم میریم، جدیدن پول خوب میدن. بعد گفته بود چطور؟ گفته بود خب آخه پول فوشش هم باید بدن، الان تلویزیون رفتن فوش داره، هم پول این که دارم میرم و میگیرم، هم پول فوشی که بعدش میخورم و باید به من بدن.
پول خوب میدن ما میریم برنامه. حالا یکی از بازیگرای سینما و تلویزیون توی برنامه، از این برنامه هایی که تو ویودیا پخش میشه، نه توی این رسانه ملی آقای که همین جبلی و دوستاشون، راجب مادرش داشت صحبت میکرد، با یه بغضی هم صحبت میکرد. من که دو سه بار گوش دادم گریم گرفت. تازه تمام چیزایی که میگفت و مثلا من با 60% خاطره داشتم. اینکه تو سرما مثلا مادر ما رخت بشوره، لباسا ما رو تو سرما میشستن. بعد ما هیچ وقت ندیدیم بشقاب اول مادرمون غذا برداره. من که ندیدم، من یه عمری دیدم مادرم تدیک خورده، یعنی تای غذا رو خورده، برای همه کشیده تای غذا رو یه جوری مثلا با نون و اینا سنبل کرده. حالا یه موقعی الان این حرفا برای این بچه اصلا قابل چیز نیست، بابا زمان جنگ بود، اصلا یه داستانی بود. ببین اون مادره اصلا نمیتونه بشقاب پر بخوره، نمیتونه. مادر این مدلی جهان رو اینجوری میبینه، غذا براش معنایی نداره که بخورم سیرشم، نه بچه‌م خورده، بچه‌م براش بذارم، آخ بچه‌م چقدر اینو دوست داره، قربونش برم. اون بچه‌م اونجوری، بعد یه دونه بچه‌م نداره که، یکی تدیک دوست داره، یکی نمیدونم رو برنج دوست داره، یکی گوشت خورشت دوست داره، یکی لوبیاش دوست داره، یکی عدسش دوست داره، یکی کشمش، یکی چیز دوست داره دیگه. یه عمری سلف سرویس به ما خدمت داده بدون اینکه یک قرون پول بگیره واسه آشپزیاش. همه تو خونهاتون دارید. میخوام بگم ببین این مادره چرا جهانو اینجوری میبینه، چرا نمیتونه تک خوری کنه. بابا این همه انبیا و اولیا اومدن بگن تک خور نباش دیگه، این نیست. اون چیزی که تو نماز دنبالش این داره، تو روزه دنبال چی؟ فکر گرسنه ها بودن، فکر این هست، این فکر گرسنه، بچه گرسنه خودش هست. این سحری زنگ میزنه به بچهش، قربونت برم پاشو غذا داری چیزی بخوری، ما حالا مثلا توی شهر دیگه است، دخترش مثلا عروس شده یه شهر دیگه. خب حالا این شده رمضان 5 تا بچه، ها میگه نه میخوام رمضان تو گسترش بدی. خب باشه، این پس تونس بشه رمضان 5 نفر، این الان شده این درش رمضان اتفاق افتاده، فکر گرسنگی دیگرانه، حالا بچه خودش، این 9 تا بچه خودش باشه، این حالا باید گسترش پیدا کنه، بشه 90 تا، بشه 9000 تا، بشه 9 میلیون تا، بشه میلیارد، میدونی؟ ولی این تونسته از خودش بیاد بیرون. میخوام به شما بگم سلام نکنم، میخوام بگم من به شما میگم در شما باید اتفاق بیفته، دارم یه مثالی میزنم که ببینید این اتفاق میفته. عاشق میشه، جهان رو یه جور دیگه میبینه، همه جا رو معشوق میبینه، میگه خدا همه جا هست. چجوری ببینیم خدا همه جا؟ آقا برو به یه عاشق بگو، بگه به دریا بنگرم دریا توینم، داره به معشوقش میگه، عاشق دختر شده، عاشق جنس مخالف شده، بعد میگه به دریا بنگرم دریا توینم، یعنی دریا رو نگاه میکنم یاد معشوقم میفتم، یاد لیلام میفتم، موج میزنه میگم آخ این موج مواش میمونه، به صحرا بنگرم صحرا توینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشون از قامت رعنا توینم. بعد بیاد میگیم خدا همه جا هست، میگه چجوری؟ هیچی، عاشق شو میفهمی چجوری، چون عاشق تو در و دیوار معشوق خودشو میبینه. عاشق معمولی، عاشق جنس مخالف، راجب مجنون دارم صحبت میکنم و لیلی در و دیوار رو میدید، مجنون در و دیوار رو میدید، لیلی میدید. من به شما میگم ماه رمضان در شما اتفاق میفته. چی میشه؟ یه درختیه، یه میوهی داره، میوهش چیه؟ توجه به گذشتگان. شب جمعه کی شما رو میبره به ایزهرا؟ کی شما رو میبره چه میدونم بهش معصومه؟ کی شما رو میبره علی ابن جعفر قم؟ کی؟ مامان نه قربونت برم، منو ببر سر قبر مادرم، برم یه دعا بخونم بیام. کی فکر گذشتگانه؟ بعد از اون بر کی فکر گرسنه است؟ کی فکر برهنه است؟ حالا این تو حوزه خودش و بچه‌های خودش این باید توسعه پیدا کنه. میگه در ماه رمضان شما میشی مادر همه اگه ما روزه درست بگیری، ولی یه قدمی شروع داره دیگه. من میخوام به شما بگم چه شکلیه؟ شکل مادره، شکل پدره، پدر واقعی. میگه ماه رمضان از توی پدر میسازه، منتها پدری که برای بچه خودش فقط پدری نمیکنه، برای همه آدم ها پدری میکنه. دلش فقط برای مادر خودش که از دنیا رفته تنگ نمیشه، میره برای همه اهل قبور. ادا در آوردنی نیستا، شدنیه. نمیشه ادا مادر رو در آورد، ادا مادر رو در آوردی یه هفته بعد خسته میشی. ننه من 43 ساله که من بچه‌شم خسته نشده از مادر بودن. همین الان بعد افطار رفتم خونهش یه دوش بگیرم لباس عوض کنم بیام اینجا، میگه چیزی خوردی؟ خب بابا من افطار یه جایی بودم دیگه، مگه میشه نخورده باشم؟ یه چیزی خوردی یعنی چی؟ خب قطعا من یه جا افطار کردم اومدم دیگه،
سوال. حالا کافی بگم نه من چیزی نخوردم، آخ بمیرم بچه، یه چیز درست کن. یعنی من سه نصف شب برم اونجا منو ببینه چیزی خوردی؟ این ادا پس در نمیاره، این مادره. ادا مال یه هفته است، مال دو هفته است، مال سه هفته است، مال 43 سال نیستش که. ادا که نمیشه، نه اینا شدنیه. پس نمیگم این ادا در حال از این به بعد همه رو دعا میکنم، نه نه نه، باید به اون حال برسی، باید بشه در تو. پس این که من میگم کلماتی که در دین میشنوید، در متون دینی میشنوید، در شما باید بروز بکنه، این یک حرف خیالی نیست، بازی کلمات نیست، نه، مثال زدم که ببینید میشه در زندگی شما اتفاق بیفته. میگم کلمات دینی در ما باید ترجمه بشه دیگه، در ما باید معنا پیدا کنه، نه جای دیگه. مثلا ماه رمضان یک اتفاقی که در ما میفته، یه درختی میوه داره، میوهش چیه؟ توجه به گذشتگان. ادا در آوردنی هم نیست، این میوه هم نباشه اون درخته نیست. الان میگن جامعه دیندار چه جامعه‌ایه؟ من یه سوال از شما میکنم، من یه جامعه دارم، یعنی یک شهریه، مردمش پنج وعده نماز جماعت میخونن، نماز جماعت پنج وعده، خانوما همه محجبه، همینجوری که آقای علم الهدا دوست داره، اگه راست بگه البته، چون من نمیدونم اینا که اینقدر حجاب میگن واقعا طرفدار حجابن یا یه بهانه گیر آوردن واسه مطامع خودشون. چون تو کشور ما الان مدل اینجوری شده، یه عده هستن بی هنرن، کارشون چیه؟ شعارهای تند انقلابی بدن، متخصصا رو متهم بکنن، حذف کنن، که کار برسه به خود بی هنرشون. چون اگه قرار باشه با هنر خودش به پستی برسه، یه چه میدونم چی میگن، یه دستشویی بین راهی هم به این نمیرسه که بخواد بره ادارش کنه، که همون هم متخصص میخواد، از چیز کمی نیست. ولی همین اصلا اینا اصلا عمرن فهم این چیزا رو داشته باشه، این بی هنرایی که الان شعارهای تند انقلابی میدن، میخوان بقیه رو حذف کنن، موفقم شدن حذف کنن، کار برسه به خود بی هنرشون، چون کاره میمونه و خودشون دیگه میگن تقسیم کن دیگه، مجبوریه دیگه، بعد تلویزیونش میشه این، سینماش میشه اون، چه میدونم اقتصادش میشه اینجوری، سیاستش میشه اونجوری، یه مش بی هنر، بی هنر حراف پرحرف کم خاصیت. خب آقا یه شهری است، نماز پنج وعده، حجاب فول، همه پوشیه میزن خانم، حج هم میرن پیاده، چون میگن مستحب به حج پیاده بری، اینا پیاده میرن. ماه رمضان هم همه روزه میگیرن، شهر مذهبیه نه؟ تای مذهبیه، قشنگ با معیارهای تمام آقایون مذهبیایی که تریبون دارن توی کشور سازگاری داره، همه چی میزن. چقدر خوب، یکیشون گفته بود، گفته طالبان نماز جماعت رو اجباری کرده، گفته ما هم باید این کارو میکردیم، یعنی اینا هنوز کاراشون رو نکردن. این طالبان واقعا جلوی یه سری از این آقایونه که تو کشور مثلا باید لنگ بندازه، مثلا ببین دو زانو بشینن درس بگیرن. ملا هبت الله باید بیاد اینجا بگه آقا ما شاگرد شماییم، درس بگیره از اینا. آره یه مدت شاگرد اینا بودن، بله، نه شاگردای خلفی نبودن، چون اینا چیزای بیشتری میخوان. آره میگیری حرفو، ولی این شهره میدونید دین نداره. کوفه اینجوری بود دیگه، کوفه پنج وعده نماز جماعت میخوندن، بزرگترین مسجد جهان مسلمان ها توش بود، پنج وعده نماز جماعت توش خونده میشد، همه زنها محجبه پوشیهی بودن، اون زنها بودن سنگ میزدن از رو پشت بونا به سر امام حسین، با پوشیه بودن، اونا سلخ نبودن که. کوفه که این خبرها نیست، اگه دری وری شنیدید مال شامه، رقص و فلان مال شامه، کوفه مذهبیه، برای رضا خدا امام حسین رو کشتن. کلون یتقربون الی الله بدمه، امام باقر فرمود، منسوب به ایشون این حرف، که برای قربتن الی الله اومدن بابامو کشتن، جدمو کشتن، برای تقرب خدا. خب ظاهر همه چی، پس دین این چیزا نیست اصلا. میوه دین صداقت، امانت، رفاقت، رفق، مداراست، بخشش. میوه دین این چیزاست، گذشته، حلم، حکمت، علم، این چیزاست، عدالت، میوه دین این چیزاست. حالا تو پوشیام بزن، چه میدونم زیر پوشی علیو هم لعن کن که میکردن. شما 16 سفر پیاده برو حج، 16 سفر پیاده برو حج، جانباز جنگ باش، جانباز صفین، شمر جانباز صفتو، صفین جانباز شده تو رکاب امیرالمومنین، جانباز صفین 16 سفر پیاده رفته حج، قاتل امام حسینه. اصلا شما براتون سوال نیست برای چی امام حسین رو کش؟ خواه ولش کن که خودش از دنیا میرفت، اصلا برای چی رفتی سر بریدی؟ 10 دقیقه صبر میکردی،
تموم بود خودش. لازم کسی که این همه تیر زدن بشه، این همه نیزه بهش زدن، شمشیر بهش زدن، سر بریدن مگه داره دیگه؟ خب ولش کن، ولش کن، خودش میمیره دیگه. بعد چی میریم سرشو میبری؟ میگه نه من باید قاتلش باشم، من باید بکشمش، این جایزه میخواد. بعد همینایی که تو کربلا امام حسین کشتن، از بعد از عاشورا روز عاشورا رو روزه میگرفتن، تبرکی روزه میگرفتن، قربتن الله روزه میگرفتن. چی میگی؟ میوه دین این مسخره بازی ها نیست. این ظواهری که الان تو کشور ما راه افتاده دنبال این ظواهرن، گفتم توهی ان، بی هنرن، فقط ظواهر رو میتونن داشته باشن دیگه، عمق که نداره که. المیزان که نمیتونه بنویسه، فقط باقی قرآن ختم کنه. الحمدلله ما 5 دور قرآن ختم کردیم. مسابقه است، دور آزادی چرخیدی، فهمی که قرآن نداره عربیشو برغول میکنه. حضرت امیرم فرمود لا خیر فی قرائت لا تدبر فی، قرائت بدون تدبر خیری توش نیست. این که نمیتونه تدبر کنه، هنرشو نداره، مسابقه میذاره، تندخوانی، دورخوانی، زودخوانی، امپیتری خانی، امپیفور خانی، اینجوری مسخره بازی. شما بگو همینا که الان انقدر شعار چیز میدن، همین آقایان این چند تا امام جمعه که انقدر شلوغش کردن، هی دین دین و حجاب حجاب میکنن، تو بگو آقا یه دونه کتاب راجع به اصلا مگه نمیگی حجاب؟ شما 5 تا جمله درست راجع به حجاب به ما بگو، 5 تا جمله عمیق که نسل امروز مثلا بره تو فکر 30 ثانیه بتونه بهش فکر کنه، بگو. مگه اعتقاد نداری بهش؟ 5 تا جمله عمیق راجع به حجاب در دین بگو که جوون به فکر وادار بشه. غیر تهدید چی داری بگی؟ غیر توهین و تخریب چی داری بگی؟ بگو. خب 2 تا جمله درست بگو. امروز که گفته اصلا اینا که رأی ندادن نمیدونم چی هن؟ نه نه گفته یاقی هن، نم چی هن؟ بعد اکثریت، منظور اکثریت متدینینه، نه اکثریت کسایی که متمرد و نمیدونم چی هن. اصلا یارو نمیدونم، نه اصلا متوجه نمیشید کجاست. یعنی اگه من جای این رسانه‌های خارجی بودم، قشنگ برای این چیز میفرستادم، هدیه میفرستادم براش، بودم دمت گرم، قشنگ شما یه تفسیری کردی. یعنی تو این کشور حالا گفته 59%، مثلا میگه 41% شرکت کردم، 1% مثلا قشنگ گفت 59% متمردم. قشنگ کاری که رسانه‌های غربی کیف میکنن. یعنی اگه من این رسانه‌ای بودم که با ایران مشکل داشتم، اصلا سر تا پای این آقا رو طلا می‌گرفتم. من یه بار گفتم این چند تا امام جمعه و این آقای شریعت مداری و یکی دو تا فرمانده سپاه، اینا سکوت کنن، رسانه‌ای اون ورسه حرف برای گفتن ندارن، تولید محتوا رو اینا میکنن. قشنگ گفته 59% متمردن، علیه نظام نیومدن رأی بدن رسمی. یعنی یه تحلیلی کرده که راست کار بی بی سی، وی او ای، سی ان ان، ایران اینترنشنال، چه من تو هستن روز رفت، همین هم رسانه‌ای که اینا کیف کنن اینا، که آقا چقدر خوبه. ببین امام جمعه خودشون داره میگه 59% متمردن. نمیفهمه که، اعتقاد که نداره که، گفته شعار تندی بدیم سراغ ما کسی نیاد. مگر تو بگو 2 تا جمله عمیق بگو ببینم راجع به حجاب، ما میخوام فکر کنیم به حجاب. بگو بگو، مگه اعتقاد نداری بهش؟ بگو بگو، حرفی بزن که دختر من 11 سالشه به حرف تو 5 ثانیه فکر کنه. یه حرفی بزن بچه من 5 ثانیه به حرفت فکر کنه دیگه. حرفی نداری برای گفتن، بعد مجبوری به ظواهر گیر بدی. 4 تا تریبون بهتون دادن، تریبون دولتی، فکر میکنی چیکاره دینی؟ دقیقاً دریوری میگید، هیچ کی چی نمیگه، همه سکوت کردن برای منافعشون. شما تاخت و تاز را انداختید. کی گفته دین این ظواهره؟ ابو موسی اشعری جلو اینا بعد لنگ بندازه. اینا 3 تا سور زدن به ابو موسی اشعری. فقط ادا، عدد. بزرگترین سفره ما رمضان رو ما میندازیم، ورزشگاه آزادی 100,000 نفره. میدونم پولش رو کی میده؟ اپول کی میخواید افطاری بدید؟ اپول کی؟ چی گفته مالیات دینداری ظاهریتون از ملت بگیرید؟ کی بهتون این اجازه رو داده؟ هی میخوان یه چیزی مخفی کنن. آقا ثمره کار فرهنگی شما، کار سیاسی شما، کار اقتصادی شما این شده که یه اکثریتی تو جامعه روزه نمیگیره، با روزه ارتباط نمیگیره. ثمره کار شماست. پوشوندنش چی رو درست میکنه؟ بدترش میکنه. آقا صحبتم چی بود؟ گفتم ماه رمضان در ما اتفاق میفته. مثال زدم، گفتم مادراتون، پدراتون، خودتون وقتی عاشق میشید، جهانی مدل دیگه، انگار یه چیزی در درون تو بود ولی در اختیار تو نبود، یه قوه‌ای بود، یه حالی بود. میگه در همه شما هست، بیدار میشه در ماه رمضان اگه روزه درست باشه. خدا همه گذشتگان رحمت کنه. حسین پناهی فیلم بود، من ازش دیدم، خدا رحمتش کنه. آره بعد
این پیشاهنگا بودن میرفتن توی رژیم قبل مدرسه و اینا روستاها درس بدن، یه خانمی اومده بود به بچه ها درس بده، بعد نشون میداد که این حسین پناهی یه بچه یه شیرینیه، حالا مثلا تو اون سن و سال عاشق این معلمه شده بود، خیلی جذاب، مثلا حالا یه فیلم چیزی بود، بعد ببینیدش، یه صحنه شو کار دارم، یه جا این بالاخواه این معلمه در اومد، یه آدم افتاده حاله، مثلا شیرین حاله اینجوری، اینه که یه مقدار زیاد دارن، چون معمولا اینا که اینجوری این کم ندارن، زیاد دارن، ذهن کار نمی کنه، مثلا میدونی جسم نمیتونه بکشه اینو، چون فکر میکنه کم داره، این زیاد داره، کم هم نداره اتفاقا. حالا تو فیلم هم نشون میداد که این زیاد داشت، قشنگ بیشتر بقیه میفهمید. آقا این یه دفعه توی کافه بلند شد زد وسط میز، میزه وسط نصف شد، همه این زوره کجا بود؟ بعد یه پیرمرد زیر لب گفت عاشق شده، این زوره تو بازوت بود، انگیزه ای نبود که بزنی میزه وسط نصف کنی، عاشق شده، این ماهیچه داره کار میکنه، تا قبلش کار نمیکرد. روزه باید یه جایی رو تو قلب ما تکون بده که ما به گذشتگان فکر بکنیم، به گرسنگان، به برهنگان، به اسرا، به غریب‌ها، به فسادی که توی سیستم حکومت هست، و این که ما دنبال اصلاحشیم، دنبال قلقمش نیستیم.